راز ساخته شدن اهرام مصر چیه؟ اهرام سلاسه مصر یکی از هفت عجایب باستانی جهانه. در میان صحرای خشک مصر مجموعی از اهرام عظیمی واقع شده که زمانی مقبره هایی برای فرمانروایان قدرتمند سلسله چهارم بود. نام مصر باستان پیوند خورده با تاریخ اسرارآمیز اهرام مصره. آیا میدونید که اهرام سلاسه مصر چجوری ساخته شدن؟ رازهایی درباره ساخته شدن اهرام مصر وجود داره که قطعیت بعضی از اونها تعیین شده اما روی بعضی از اونها هم مهر باطل خورده و گفته میشه این داستانها درباره اهرام سگانه مصر افسانه ای بیش نیست برای اینکه از روند ساخت اهرام مصر مطلع بشید سیری به درون اهرام مصر باستان داشته باشید و به رمز و رازهای این اهرام پی ببرید تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید شگفتی های اهرام مصر از هیچ کس پنهان نیست از قرنها قبل تا امروز محققین به اکتشاف توی این مکان و کشف رمز و اهرام مصر مشغولند و به نتایج جالبی هم دست پیدا کردند. در ادامه این ویدیو چند حقیقت جالب از اهرام مصر رو میخوام بهتون بگم که احتمالا نمیدونید. یک همه اهرام مصر مخروطی و نکتیز نیستند. همه اهرام مصر به یک شکل نیستند در حقیقت ساخت اهرام در مصر دارای فازهای مختلفی بوده اولین اهرامی که توی مصر ساخته شدن شکل هرمی ندارند و سقفشون صافه یکی از نمونه های این اهرام هرم پلکانی جزره این هرم یکی از قدیمی ترین بناهای جهانه هرم جزر نوک مسطحی داره و مثل بقیه اهرام تیز نیست. دو بیشتر اهرام مصر در غرب رود نیل ساخته شدند. مردم مصر اعتقاد داشتند که اهرام آرامگاه ابدی فرعون ها بودند. بنابراین باید تو جایی قرار می که روح فرعون بتونه سفر خودش رو به دنیای دیگه آغاز کنه. به اعتقاد مردم مصر باستان دنیای بعد از مرگ و خورشید ارتباط نزدیکی به هم دارند. اوسایرس خدای مردگان در حقیقت نماد آغاز یک زندگی جدید رو نشون میده. همچنین نشاندهنده دهنده چرخه خورشید و از زندگی بخشیدن به بذرهای درون خاکه. غروب خورشید نماد مرگه و خورشید هر شب در غرب غروب میکنه. به اعتقاد مردم مصر باستان روح فرعون قبل از اینکه خورشید طلوع کنه باید هنگام غروب آفتاب به خورشید متصل بشه با قرار دادن اهرام در غرب رود نیل فرعون ها در جای آرام می گرفتند که استعاره از مرگ بود س چگونگی ساخته شدن اهرام مصر هنوز نامشخصه یکی از بزرگترین راست های اهرام مصر تکنیک هاییه که مردم مصر باستان برای ساخت این اهرام به کار می گرفتن. در ساخت اهرام مصر از بیش از دو میلیون سنگ آهک و گرانیک استفاده شده. همین موضوع باعث شده که این شاهکار معماری بیشتر شما را زده کنه. هر کدوم از این سنگ ها دو نیم تون وزن دارند. اما سوال اینه که مصریان باستان چجوری این سنگ های سنگین رو حرکت دادن؟ متاسفانه مصری ها هیچ جا هیچ نوشته ای از نحوه ساخت اهرام مصر به جا نزداشتن. به همین دلیل توری های زیادی در طول سالها به وجود اومده. تئوری استفاده از ماسه و آب که توی یکی از تحقیقات سال 2014 مطرح شد. یکی از نقاشی های دیواری که قدمتش به 1900 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده مردی رو نشون میده که یک تندیس بزرگ روی یک سورتمه حمل میکنه و مرد دیگری در جلوی تندیس روی ماسه آب میریزه. شواهد علمی موجود نشون میدن که این نقاشی میتونه کلید رمزگشایی از نحوه ساخت اهرام مصر باشه. محققین با انجام آزمایشاتی متوجه شدند که اگه مقدار مناسبی آب روی ماسه ریخته بشه حمل سنگ ها خیلی آسون میشه. مرسوب بودن ماسه استکاک رو تا 50 درصد کاهش میده و سنگینی وزن سنگ رو از بین میبره. چهار مصری ها برای ساخت اهرامشون از علم ستاره شناسی کمک می گرفتن. یک مصر شناس بریتانیایی معتقده که ستاره ها نیروی هدایت کننده در چگونگی قرار گرفتن اهرام مصر هستند. کیت اسپنسر از دانشگاه کمبریج تحقیقاتی رو توی این زمینه ارائه کرده. توی این تحقیقات چگونگی استفاده از ستارگان به اکبر و به اسخر تو قرارگیری اهرام در جهتهای شمال و جنوب نشون داده شده. محاسبه مصری ها خیلی دقیق بوده و اونا فقط تا نیم درجه خطا داشتن. جالبه که بدونید با این داده ها و با استفاده از مدارک ستاره شناسی میشه قدمت این اهرام رو هم مشخص کرد. پنجمی برخلاف تصور عموم اهرام مصر رو برده ها نساختن. سالهای زیادی که یک تئوری معروف ادعا میکنه که اهرام مصر توسط برده ها ساخته شده اما این تئوری ممکنه که صحت نداشته باشه برای اولین بار یک تاریخدان یونانی به نام هرودوتوس این تئوری رو توی نوشته هاش مطرح کرد بعدها هالیوود با ساختن فیلم های مختلف بالوپر بیشتری به این تئوری داد تو دهه 1990 آرامگاه سازندگان این اهرام کش شد. مثل شناسان تقریبا مطمئنن که این افراد برده نبودند، بلکه افرادی از خانواده های متوسط و کم درآمد بودند. از آرامگاه سازندگان اهرام مصر میشه فهمید که با این افراد با احترام برخورد شده نه با روشی که با برده ها رفتار میشد اهرام سلاسه مصر زمان رو نشون میدن مجموعه اهرام جیزه نه تنها شناخته شده ترین اهرام مصره بلکه تنها مورد از عجایب هفتگانه جهانه که هنوز هم پا برجاست. این مجموعه اهرام دارای شگفتی های زیادیه اما یکی از جالب ترین ویژگی های اهرام سلاسه اینه که میتونه زمان رو نشون میده. این بنا به شکل یک ساعت خورشیدی بزرگ عمل میکنه به کمک سایه هرم که روی نمادهای حکاکی شده روی سنگ ها میفته میشه بفهمید که تو چه ساعتی از شبانه روز هستید البته این هرم فقط یک ساعت خورشیدی نیست بلکه برای نشون دادن اعتدال ها و تعریف سال خورشیدی هم به مصریان کمک میکرد باستانشناسان هنوز هم در حال کشف رازهای اهرام مصر هستند محققان مصرشناس علاوه بر خواندن کتیبه ها از فناوری های جدید هم استفاده می کنند تا به حفاری و کشف رازهای جدید در مورد این اهرام بپردازند برای مثال کشف یک سراشیبی در شمال شهر اوگرس به محققان کمک کرد تا بفهمند مصریان باستان چجوری این سنگ بزرگ رو توی مسافت های طولانی میکشیدند کشف اجساد مومیایی شده گربه ها و هزاران مجسمه چوبی گربه توی مباعد ساکارا نشون داده که هنوز رازهای زیادی از مصریان باستان و معبدشون باقی مونده. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید.